سلام و صبحتان بخیر، با آغاز روز خوش آمدید. ریاست افغان فیلم از آغاز مرحله انتخاب بازیگران فیلم کمدی به نام کوچه حمام زنانه خبر داده. قرار است به زودی شوتینگ این فیلم آغاز شود. خانم صحرا کریمی رئیس افغان فیلم با ماست و در این باره صحبت میکنیم. خانم کریمی سلام، به بس خوش آمدید. مقصد شوتینگ آغاز شده، همه چی تمام شده، تمام میشه. بسیار معلومات بیشتر را از شما میشنویم خانم کریمی در مورد فیلم کوچه حمام زنانه. کوچه حمام زنانه فیلم بلند داستانی ژانر اجتماعی کمدی است که افغان فیلم در سال 1399 بودجه تولیدش را دریافت کرد از طریق بودجه انکشافی وزارت اطلاعات فرهنگ که ویژه افغان فیلم است. فیلم تقریبا در حال تمام شدن است و بعد از قرنطین و یک کمکی که میخوایم تابستان خلاص شود و یعنی پاییز بیایه میخوایم به نمایش عمومی بگذاریم و فیلمی هست که به هر حال ژانر کمدی است، فیلم سینمایی است، یعنی فیلم داستانی است. فیلمنامه‌ش خودم نوشتم، درافت اول فیلمنامه را نبی تنها نوشت ولی چون او رقمی که من خودم میخواستم نشد، بنابراین خود کل فیلمنامه را خودم نوشتم و کارگردانیش را هم خودم کردم، ولی تمام افغان فیلم در ساخت فیلم دخیل هستند. عوامل تکنیکیش، بازیگرای بسیار قدیمی را انتخاب کردیم چون داستان یک کوچه است و روابط افرادی که داخل او کوچه است و میشه گفت که بعد از سالها یک فیلم مستقل سینمایی خود دولت سرمایه گذاری کرده. بسیار. حالا این کوچه حمام زنانه نامی که شما رو این فیلم گذاشتید خیلی ها را جلب توجه کرده خانم کریمی، که حالا آیا این نام ربطی به محتوای فیلم داره؟ نام یک نام کنایی است، راجب کوچه است که اسم کوچه حمام زنان است چون داخل کوچه یک حمام است، حمام زنان است، ولی یک نام کنایی است، یک نام است که به هر حال انگار که پیام ها پشت این نام هست، ولی در مورد فیلم یعنی مستقیم در مورد حمام یا حمام زنانه نیست، در مورد کوچه است و رابطی که در کوچه اتفاق میفته و در این کوچه یک حمام است که مثلا فرض کنین شما یک کوچه را دارین، داخلش یک مسجد است، مسجد مثلا عمر فاروق، میگن کوچه مسجد عمر فاروق، در حالی که در کوچه خب بقال هم است، سلمانی هم است، گوشت فروشی هم است، همه چی است. این کوچه هم کوچه اسمش کوچه حمام زنان است چون داخلش یک حمام است، یک حمام زنان است، ولی خب به هر حال نام ها هم از روی عمد انتخاب میشن به خاطر اینکه بتونن جلب توجه بکنن. بسیار. حالا قرار است کار این فیلم چه وقت خلاص شود خانم کریمی و چه وقت نمایز گذاشته شود و چقدر هزینه کردین؟ هزینه فیلم چقدر بوده؟ خب فیلم در حال خلاص شده است، ما منتظر خب قرنطین شد و اینها، ولی خب ما یک سری همین باید کالر کرکشن شود، این تصویر رنگ شود، صدا و اینها یک کمک طول میکشه و ما خیلی سیستم ها را در داخل افغان فیلم هم نداریم، در داخل افغانستان حتی تصویر رنگ وجود نداره. هزینه که برای این فیلم در نظر گرفته شده بود 7 میلیون افغانی بود، ولی خب به هر حال نزدیک به 60 بازیگر داریم و نزدیک در این فیلم نزدیک 300 تا 350 نفر دخیل هستند، یعنی اینکه مستقیم و غیر مستقیم ما برایشان ایجاد کار کردیم. اگر مثلا تمام این مالیات و اینهایی که باید از این 7 میلیون بدیم میشه گفت که 600 و چقدر پول 6 یعنی 6 میلیون چقدر پول فیلم شدن که برای یک فیلم سینمایی بودجه خیلی کمی است، چون در کشورهای دیگر وقتی بودجه فیلم سینمایی بلند، چون فیلم 100 دقیقه است یعنی بیشتر از یک و نیم ساعت است، نه یک میشه آقای بیشتر از یک و نیم ساعت است، بنابراین چیست میشه گفت که باید حداقل بودجه که در کشورهای دیگه برای ژانر کمدی مخصوصا که لوکیشن های خیلی زیادی داره استفاده میشن نزدیک های 20-30-40 میلیون افغانی هست حتی، ولی خب ما
فعلا به همون 7 میلیون هم راضی هستیم که دولت کمک کرده و تونستیم این فیلم مستقل ساخته بشه. حدود چقدر کارش پیش رفته خانم کریمی؟ در مرز 100 درصد رسیده یا نه؟ فیلم هیچ وقت در مرز 100 درصد نمیرسه تا زمانی که شما خروجی نگیرید. یعنی اینکه همیشه احتمالاتی وجود داره که شما مثلا مخصوصا تاثیر رنگ و کالر که شما با صدا گذاری خیلی سخت است در افغانستان چون وجود نداره و تخصص هم نداره. فیلم در واقع من میتونم براتون بگم که به زودی آماده خواهد شد. بسیار خب، حالا اگر اجازه بدید برگردیم به سالهای گذشته خانم کریمی، که به نحو انتقادهای به آدرس افغان فیلم میشه که گویا یک سرمایه‌های زیاد به این آدرس آمده ولی افغان فیلم تولید نداشته، در این باره صحبت بکنین، آیا در این اواخر تولید داشتین یا نه و تولید افغان فیلم چگونه است؟ من مسئولیت 2 ساله که در افغان فیلم آمدم دارم و هیچ مسئولیتی در قبال 18 سالی که در افغان فیلم کار نشده و یا هر کم کاری شده من مسئولیت رو ندارم و جواب گوشم نیستم و خوشحال میشم اگر از مسئولین در او زمان. در این 2 سالی که بنده آمدم از قبل از همه جلوی دزدی را گرفتم، چپاول را گرفتم، جلوی ای که مبالغی را که اینها پروژه هایی که می گرفت تا بین هم دیگه قسمت میکردن یک ایده ای او جلوی او را گرفتیم، جلوی فساد اداری و فساد اخلاقی که در افغان فیلم قوقا میکرد را گرفتیم، جلوی رشوه و رشوه‌دهی و رشوه‌خوری را گرفتیم. اینا کارهایی است که از لحاظ اصولی سیستم انجام دادیم، به همون خاطر دشمنم هم زیاد است. خب ولی فیلم تولید شده در 2 سال چقدر فیلم تولید کردین خانم کریمی؟ در سال 98 3 فیلم تولید شده، در سال 99 11 فیلم تولید شده. یعنی شما عملا با بودجه کمی که وجود داشته هم مستندهای تاریخی خوبی ساختیم، هم فیلم های کوتاه اقتباسی ساختیم، هم فیلم بلند داستانی ساختیم. 2 جشنواره بسیار کلان برگزار کردیم، سمینارهای بسیار تخصصی را ایجاد کردیم، برنامه های آموزشی تخصصی را ایجاد کردیم، پالیسی سینمای افغانستان را نوشتیم که مراحل شرایط با معمول بیروکراسی ادارش را طی میکنند، اپلیکیشن نمایش فیلم ما طراحی کردیم مراحل قانون را طی میکنند، سیستم جوابدهی و پاسخدهی شفاف در افغان فیلم را به وجود آوردیم که افغان فیلم کسانی که در افغان فیلم کار میکنند یا بودجه از افغان فیلم میگیرند یا به هر حال هر نوع همکاری با افغان فیلم دارن تا جوابگوی تا آخرین افغانی باشن که از افغان فیلم بابت تولید فیلم میگیرن، گریز دیگه نمیتونن. سیستم مالیات دهی را ما عیار کردیم، قبلا مالیات گریزی بود و بسیار زد و بندهای عجیب و غریبی بود. عواید افغان فیلم را من بالا آوردم، 98 که آمدم 97 افغانستان افغان فیلم اصلا عواید نداشت، 98 که ما آمدم 5% از عاید معیاری که بر افغان فیلم مشخص شده من بالا آوردم، 99 10% بالا آوردم عواید را. افغان فیلم را به عنوان هویت سینمایی افغانستان زنده کردم. یعنی ما و تیمم و تیم کاریم، نمیگم ما کردم، ما و تیم خوب کاریم، اما یک عده کوچکی که هستن که سرگرم کار هستن. درست. و در این حال افغان فیلم از لحاظ هویتی در عرصه بین الملل داره شناخته میشه. ما در جشنواره کن، در بازار جشنواره کن امسال که 1 هفته دیگه هست که بزرگترین جشنواره دنیا هست، ما فیلم داریم، فیلم مستقل از افغانستان کوچه پرنده ها را داریم. تلویزیون شما یک گزارش از اون ساخته بود. این فیلمی هست که با بودجه افغانستان، حکومت افغانستان با حمایت اینمی نظام ساخته شده، در دل اینمی خاک ساخته شده. بنابراین ببینید ما مثلا نمایش های فیلم در کشورها داشتیم، همه اینها در 2 سال با کمترین امکاناتی که ما داشتیم، با کمترین بودجه که ما از دیگر ادارات دیگر داریم، با زد و خوردها، با حاشیه سازی هایی که با حاشیه سازی هایی که ما داشتیم، همه چیزهایی که ما داشتیم، میفهمید ما جور کردیم، ما در افغان فیلم سیستم به وجود آوردیم. ولی تا هنوز هم خانم کریمی، تا هنوز هم به نحو مردم راضی نیست از کارهای افغان فیلم، هنوز هم مردم میگه بیشتر کارهای افغان فیلم شبیه مجلات زرد است تا اثر سینمایی. منظور شما از مجلات زرد چیه؟ کارش معمولا شبیه اثر سینمایی نیست خانم کریمی. کی گفته؟ مردم میگه
و چی دی آخه چی برآمده هنوز؟ هنوز فیلمای ما نشده بجز دو تایی که نشده کجا برآمده که از خود حرف چی میکنن؟ او که یک فیلم ساز غیر از بیرون از افغان فیلم مبتذل میسازه و مسئولیتش من ندارم. سینما هم بخش دولتی داره هم بخش خصوصی داره. بخش خصوصی میتونه راجع به یک درخت کهنه هم بسازه دلش هر رقم خواست. من به عنوان بخش دولتی من فیلمای من هنوز نشر نشده، فیلمای اداره من، و اگر فیلم بد است چرا باید جشنواره کن به یک کلانی قبولش میکنه با اون معیارهای بسیار سختی که برای قبولی فیلم‌ها داره؟ اگر مثلا ببینید مردم رو شما هیچ وقت راضی نمیتونین، ولی مسئله اینجا مردم نیست. من براتون میگم مردم اتفاقا مردم افغانستان مردم بسیار خوبی هستن، مردم عادی افغانستان. مشکل اساسی اینجا سینماگران هستن که دایه سینماگری دارن و یک کشور رو ترک کردن و در دوره‌ای که در افغان فیلم صدها هزار دلار می اومد به بهانه های مختلف، به بهانه سینمای سیار، به بهانه فیلم فلان، سریال فلان، اینها بین خودشون خشکاری کردن، پخش کردن. چی شده؟ خب من در این دو سال، ما حداقل در این دو سال بیش از 30 برنامه ساختم. 30 برنامه یعنی مجموع همه اگه نمایش مثلا جشنواره و فیلم ها رو اینا رو بگیریم، در 18 سال چرا نساختیم؟ ما حداقل در این دو سال یک هنگری را که 50 و چند سال پر بوده خالی کردم، سینما جور کردم. اینایی که مدعی هستن، همین سینماگرایی که مدعی هستن و کوچیگری میکنن و حاشیه سازی میکنن، اینا چیکار کردن؟ درست. دلیل این همه چرا مثلا این سوالی که فیلم ساخته نشد، برده شد، چپاول شد وقتی که یک مرد رئیس بود نکردن؟ من این سوالم ایست که چرا مثلا این کار نکردن؟ ولی اگر شما پاسخ بدین خانم کریمی، چون مردم میپرسن میگه من پاسخ اعمال خودم همیتوم جناب اوجی، من پاسخ اعمال خودم همیتوم. در این دو سال نتیجه دو سال کارتان چی بوده خانم کریمی؟ شما گفتین نتیجه که نتیجه من نمیفهم شما همی در این نمیفهم. من میفهم در این خانم کریمی، ما 11 فیلم در 99 پخش کردیم. چی کردیم؟ درست کردیم. 3 فیلم در 98، ما اواسط 98 آمده. فیلم ما در جشنواره ها رفته، فیلم ما در بازار در یکی اقتصادی همکاری میکنه. ما جشنواره لاجورد داشتیم که در 10 روز نزدیک 100 فیلم نمایش دادیم، نزدیک 5000 تیکت فروختیم. و ما این که افغان فیلم کار کرده، افغان فیلم اگر امروز کار نمیکرد شما به من چی نمیکردیم، دعوت نمیکردیم به مصاحبه از این سوال بکنیم. اینمی فیلمی که ساخته میشه، فیلم سینمایی ساخته میشه، اینمی خوب کار کرده است. کدام کی کمدی میسازه در بین جنگ؟ کی به فکر شادی و به فکر خنده و به فکر آرام ساختن روان مردم افغانستان است؟ اینمی ما فیلم سازا یعنی من فیلم ساز و همکارانم هستن. افغان فیلم خود نمیتونه یک چند تربوز در یک دست بگیره. افغان فیلم یک اداره دولتی کوچک است با بیروکراسی ها و محدودیت های بسیار کلان. و اگر اختیارات افغان فیلم بیشتر شود، اگر افغان فیلم بتونه از لحاظ اجرایی و بودجوی مستقل‌تر شود، من خودم میفهمم تواناییم خیلی زیاد است، توانایی تیمم هم زیاد است، میتونیم خیلی کارها بکنیم. ما با محدودیت‌های کم، با امکاناتی کم، اینمی قوغا را ایجاد کردیم، حداقل تولید را بالا بردیم. در کدام سال افغان فیلم در 20 سال شما دیدین که 11 فیلم تولید شود؟ و هم فیلم‌های خیلی سخت. کجا دیدین؟ درست. چقدر امکانات دیگه ضرورت است خانم کریمی برای شما؟ برای از اینکه چهره افغان فیلم را تازه بسازین و حداقل مردم بتونن که با این چهره آشنا باشن و فیلم های تولیدی را ببینن. بله، افغان فیلم اول تشکیلش باید تغییر مطلق بکنه که در او ما را کمک نمیکنن بسیاری بخش یک سری افراد کهنه ای که نه مسلک هم میفهمن نه چی را با یک بستا را بند انداختن، اونا بارن افراد نسل جوان بیاید. یکی دو، اینکه افغان فیلم دارای بودجه بیشتر شود، افغان فیلم دارای صلاحیت بودجوی شود، افغان فیلم باید اختیارات و مدیریت و ملکیت سینماها در اختیارش باشد و افغان فیلم حداقل آزادی داشته باشه که وقتی اپلیکیشن
چی میکنه طراحی میکنه اپلیکیشنی که مثلا سکتور خصوصی در 200 تا 300 هزار سرمایه گذاری میکنه حداقل امور رو بتونه راه بیاندازه و در برای ورق بازی ها چین افغان فیلم مثلا اصلا هیچ امکانات تکنیکی معیاری با دنیا نداره. ما برای کوچه کافروشی برای کوچه حمام زنانه که فیلم ساختیم ما کمرش از دیگر کسا از سکتور خصوصی قرض کردیم از روی رفاقت، ولی افغان فیلم باید چیهای معیاری داشته باشه و اینمی ها همه باعث میشه که افغان فیلم کار بکنه. منتها ما یک اجازه بدین من میگم حالا که فرصت شد ما بگویم همه اینا میشه، چرا که ما در دو سال نشان دادم با کمترین امکان بیشترین دستاورد داشته. اداره ما ریاست افغان فیلم و کارمندای ما و ما به عنوان رئیس افغان فیلم یکی از پرکارترین ریاست های اطلاعات فرهنگ هستیم و یکی از مثبتترین ریاست هایی هستیم که کمیسیون اصلاحات اداری ما از طریق رقابت آمده. ما را بانن کار کنیم، حاشیه سازی نکنن، به زندگی های خصوصی ما دخالت نکنن، به مسائل خصوصی ما دخالت نکنن. آدمی هست در زندگی خودش جنگ میکنه، دوام میزنه، نیان اینی میره حاشیه نسازیم. افراد مثل من پیامبر اسلام خدا نیستن که بیگناه باشن، یا حتی پیامبرم پیامبر از گناه داره، افراد مثل من کامل نیستن، اما من متخصص هستم در رشته. من کسی هستم که الف تا یای فیلم سازی را میفهمم و میفهمم فیلم بد کدام است، فیلم خوب کدام است. ما مردم را بگذارید به خاطر اینمی جنونی که به مسلک خود داریم و به خاطر جنونی که به این خاک داریم و به خاطر باوری که به اینمی نظام داریم بگذارین کار بکنیم، بگذارین که حداقل اینمی شانسی که برای آخرین بار به دست ما افتاده که سینما یک تکانی به خود بخوره را بگذارین کار بکنیم. اگر نگذارین کار بکنیم، امیال شما برین در سوشال مدیا ببینید یک چی روان است که دو زدن است، که فوش دادن است. چرا که من در یک کانورسیشن با کدام رفیقم بنا به دلیل خیلی موجه جنگ کردیم و کدام گفی زدیم، او را به همه چیز من رفت میده. این درست نیست. مشکل مرض سینمای افغانستان سینماگرای افغانستان هستن، بعضی از سینماگرای افغانستان مرضشان، میفهمید؟ این دولت کمک کرد، اینا دولت پول میتن، اینا فقط میخواین که مثلا من رو مجبور میکنم، میگه تو همه پول به ما بده، نه مالیه بده، نه جواب بگیر، نه گپ بزن، نه چی بکن. من به کس باج نمیتونم، من اجازه نمیتونم از پول بیت المال کسی بخورم، من اجازه نمیتونم کسی رشوه بگیره از من، من اجازه نمیتونم که کسی یک فیلم بی معنا برای من بیاره تحویل بده که امروز اگر شما از من سوال کنی که فیلم چی ساختی، حداقل من جواب سوال شما رو داشته باشم. و من این نظام اطمینان کرده، به من یک مسئولیت داده. من از طریق کمیسیون اصلاحات اداری آمدم. من باید تعهد خودم را نسبت به مسلکم و به مردمم باید خوب انجام بدم و اجازه نمیتونم کسی از من سوء استفاده بکنم. قبلا در افغان فیلم میفهمین چی بود، چه رقم بود، من براتون میگم. پروژه رو میگرفتن بین همدیگه قسمت میکردن، هیچ فیلمی هم خبری نیست. ما الان داریم تمام از افغان فیلم دانه دانه داریم، باید تاوان میشه بودیم. پس با توجه برفایتان خانم کریمی به آینده افغان فیلم امیدوار بود؟ بله، تا ما باشیم به آینده افغان فیلم شما امیدوار باشیم، نگران باشیم. اگر من را زدن ترور کردن که والا طالب من را نمیزنن که اینمی نکتای پوشای از کشور گریخته یک سینماگر خودم میگن در اروپا و در چی در پشت کمپیوترهای موف موف نشستن ایسیشان هم چالان است، اینا من را اگر نزدن طالب من را نمیزنن. اونا چگونه شما را بزنن خانم کریمی؟ اونا شما میگین که بیرون از کشور هستن، پشت کمپیوتر نشستن. آقا جان شما میفهمین ترور سایبری چه تروریست؟ شما اگر حرفای سایبری... اخیری که در سوشال میدیا نشر شده شما میگین ترور سایبریست؟ بله ترور سایبریست، ترور سایبریست و تروری هست که برای ایست که شما را بخواهن به زمین بزنن، اما من کسی نیستم که به زمین بزنم. ولی من به عنوان یک کارمند رسمی دولت تمام حساب و کتابم برای دولت و این نظام کلیر است. این نظام امون قدم از پشت کونه آمده، تفتیش داره، ادارات تفتیش داره، ما از تمام تفتیش ها با سربلندی بلند آمدیم. من در این نظام سر بلند استم و پیش وجدان خودم بلند استم و خیلی راحت شبا میخوام صبح از خواب بلند میشم. ای که چند نفر بیکار و هوچیگر در فضای مجازی میآیند به خاطر منافع خودشان و به خاطر این ولی خانم کریمی با معذرت که من سوال را میپرسم، حرفایی که در نواخر گویا شما هستین
و حرفای شماست در سوشال میدیا نشر شده، مردم به نحو انتقاد کرده و گفته که نسبت به شما و کارهایتان ناامید شدن. به ناامید شدم خلاص، خیر است. مثلا من نیاز ندارم کسی به من امید داشته. مردم نه، ببینین مردم، ببینین ولی شما در سوشال میدیا سر بزنین خانم کریمی، این مردم هستن. من روزانه صدها پیام مثبت دریافت میکنم از مردم شریف افغانستان. من روزانه صدها پیام مثبت دریافت میکنم. من روزانه صدها پیام زیبا که تو قهرمان هستی، تو میتونی، تو آبروی سینمای افغانستان خدی دریافت میکنم. ببینین او دریا به او چند نفر چکل نمیشه. او چند نفری که یک کمپین جور کردن که مرا تخریب بکنن، اونا کسایی هستن که در وقتی در افغانستان بودن، در افغان فیلم بودن، چرا چپاول کردن؟ هیچ کاری نکردن. این کارمندای سابق افغان فیلم هستن، کسایی هستن که باج گرفتن. یکی از همونا سیستم ساوند صدا افغان فیلم از رئیس قبلی دوزیده، چرا نمیاره؟ یکی دیگهش نمیفهم کامراش دوزیده، چرا نمیاره؟ یکیش لایتش دوزیده، چرا نمیاره؟ یکی زمان کارمندیش دوزیده، چرا نمیاره؟ ببینین مردم را قاطی این مردم این سینماگرای از کشور گریخته مخرب نکنین. مردم شریفن، مردم ذهن خوب دارن، مردم دارن میبینن که اینمی دختر. ولی خانم کریمی با معذرت زمان که من امروز در سوشال میدیا سر زدم، اکثر شهروندان شما انتقاد کرده بود، حرفایتون را گوش کرده بود و به نحو انتقاد کرده بود که از رئیس افغان فلم انتظار چنین حرفی نمیره. اجازه بدین، طبق قانون جزا نشر فایل صوتی خصوصی جنگ دو نفر که در تلفن ما بودن، نمیفهم از اونجا از کجا سر در آورده، جزاست، جنایت است. اوکی؟ من در زندگی خصوصی میتونم با هر کسی دلم بخواد جنگ کنم، حتما دلیل قانع کننده داشته باشم. وقتی یک کسی میگه، وقتی یک کسی میایه، یک احمق میایه به خاطر اینکه شما باج بگیره، به خاطر اینکه شما رو میگه که عمو پولایی که در افغان فیلم برای پروژه میگیره با ما قسمت کن و تو اجازه ندی، و بعد بیای به خانوادت، به همسرت، به برادرت حرفای رکیک بزنه در مورد خانومت، در مورد ناموس، شما چی فکر میکنی؟ شما حلوا پخش میکنی برای سلام؟ نه خیر، حتما گپی بوده اونجا که من به حدی عصبانی شدم که همچین چیز زدم و اون مسئله درست. ولی کس ربطی نداره فایل او طرف دیگر ما نشنیدیم خانم کریمی. خب فایل که ما از شما شنیدیم، درست فایل که درست فایل که ما از شما شنیدیم، حرفتان به نحو تهدیدآمیز بود و حرفای بسیار رکیب هم می زدین، اصلا قابل گفتن نیست. تهدید نبوده آقا جان، فایل شخصیم بوده، جنگ کردیم، دعوا کردیم، به هیچ کسی ربطی نداره. یک. و بعدش فایلی بوده که کات شده. چرا اگر زرنگ هستم بگذارن اون نام هایی که اونجا برده و به من گفتم من باشون رابطه دارم، اگر اون نام ها را بکشن، خب میفهمی نفرها را بخید دنیا نابود میکنی. شما باید این سر به خودتان فکر، شما خبرنگار خودم میگین یک فایل ادیت شده انتخاب شده را میارین، یک دو تا بدبختم فیسبوک چولنکی اونجا تق 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 میکنن، شما میان از ما چی میکنین؟ فایل شخصیم بوده، دعوا کردم با رفیق 15 ساله، دعوا کردم، دلم هرچی گفتم. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا در سینماهای افغانستان خانم کریمی بیشتر فیلمای خارجی نشر میشه، فیلمای هندی و فیلمای آمریکایی. آیا در این قسمت هم شما کار را آغاز کردین یا میکنین کار را آغاز؟ کدام سینماها منظورتان است؟ ما سینمایی نمانده، سینماها ویران شده. یک سینما مانده سینما آریانا است که او را ماشاءالله شالواله در انحصار خود گرفته. افغان فیلم هیچ اختیاری در ملکیت و مالکیت سینماها نداره، اما ده ها بار برای شاروالی و مسئولین مخصوصا معینت های فرهنگی شاروالی ما نامه نوشتیم که شما بدون مجوز، بدون حق پرداخت تورید فیلم ها و نمایش فیلم ها نمیتونیم نمایش بدین. خب و اینمی اشتباه هست. خب میفهم این چیست؟ جواب نمیتن مکتوب ما را. خب یک دفعه، دو دفعه ما در این سال یک ده تا مکتوب فرستادیم، میگن که سینماها از ماست، ملکیت ماست، خانه ماست، اختیار ما، هر کاری میکنیم. بسیار بسیار تشکر خانم کریمی، ممنون که وقت گذاشتید.